به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدین. لقمان حکیم از شخصیت‌های قرآنی که قبل از اسلام زندگی می‌کرده. لقمان به حکمت، مواعظ و داستان‌های اخلاقی مشهور و سوره‌ای از قرآن به نام اوست. شک نورزیدن به خدا، تواضع در برابر مردم، وقار و سنگینی در راه رفتن، میانه روی در زندگی، ویژگی های همنشین خوب و ادب آموختن از بی ادبان از حکمت های معروف لقمان. داستان های زیادی از لقمان در شعر و ادب فارسی هم نقل شده. تو این ویدیو به 110 نصیحت ارزشمند لقمان به فرزندش اشاره می کنم که مطمئنم خیلی ها رو به فکر فرو می بره و تو اصلاح زندگی تأثیر گذاره. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست، روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. در روایات به پیامبر نبودن لقمان تصریح شده، اما همین که سوره از قرآن به اسم لقمانه و به نیکی ازش یاد شده نشون دهنده جایگاه بالای این شخصه. بدون معطلی میریم و ویدیوی امروز رو با نام خدای مهربون شروع میکنیم. اما نصیحت‌های لقمان به فرزندش. 1. فرزندم، هیچ کس و هیچ چیز رو با خداوند شریک مکن. 2. با پدر و مادرت بهترین رفتار رو داشته باش. 3. بدون که هیچ چیز از خداوند پنهان نمیمونه. 4. نماز رو اونطور که شایسته است به پا بدار. 5. اندرز و نصیحت دیگران رو فراموش نکن. 6. در مقابل پیشامدها شکیبا باش. 7. از مردم روی مگردان و به اونها بی‌اعتنا مباش. 8. با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن. 9. در راه رفتن میانه رو باش. 10. بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو. 11. از طریق اسماء و صفات خداوند او رو به خوبی بشناس. 12. به آنچه دیگران رو اندرز میدی خودت بیشتر عمل کن. 13. سخن به اندازه بگو. 14. حق دیگران رو به خوبی ادا کن. 15. راز و اسرارت رو نزد خودت نگه دار. 16. به هنگام سختی دوستت رو آزمایش کن. 17. با سود و زیان دوست خودت رو امتحان کن. 18. با بدان و جاهلان همنشینی نکن. 19. با اندیشمندان و عالمان همراه باش. 20. در کسب و کار نیک جدی باش. 21. بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد نکن. 22. با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن. 23. سخن سنجیده همراه با دلیل رو بیان کن. 24. روزهای جوانی رو غنیمت بدون. 25. هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش. 26. یاران و آشنایان رو احترام کن. 27. با دوست و دشمن خوش اخلاق باش. 28. وجود پدر و مادر رو غنیمت بدون. 29. معلم و استاد رو همچون پدر و مادرت دوست داشته باش. 30. کمتر از درآمدی که داری خرج کن. 31. در همه امور میانه رو باش. 32. گذشت و جوانمردی رو پیشه خودت کن. 33. هرچی که میتونی با مهمون مهربون باش. 34. در مجالس و معابر چشم و زبان رو از گناه نگه دار. 35. بهداشت و نظافت رو هرگز فراموش نکن. 36. هیچ وقت دوستان و همکیشان خودت رو ترک نکن. 37. فرزندانت رو دانش و دینداری بیاموز. 38. سوارکاری و تیراندازی رو یاد بگیر. 39. در هر کاری از دست و پای راستت آغاز کن. 40. با هر کس به اندازه درک او سخن بگو. 41. به هنگام سخن متین و آرام باش. 42. به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خودت رو عادت بده. 43. اون چرا که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند.
44 هر کاری رو با آگاهی و استادی انجام بده. 45 ناآموخته استادی مکن. 46 با ضعیفان و کودکان سر خود رو در میون مگذار. 47 چشم به راه کمک و یاری دیگران نباش. 48 از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش. 49 هیچ کاری رو پیش از اندیشه و تدبر انجام نده. 50 کار ناکرده رو کرده خود مدون. 51 کار امروز رو به فردا مینداز. 52 با بزرگتر از خود مزاح و شوخی نکن. 53 با بزرگان سخن طولانی مگو. 54 کاری نکن که جاهلان بر تو جرأت گستاخی پیدا کنن. 55 محتاجان رو از مال خودت محروم نکن. 56 دعوا و دشمنی گذشته رو دوباره زنده نکن. 57 کار خوب دیگران رو کار خودت نشون نده. 58 مال و ثروت خودت رو به دوست و دشمن نشون نده. 59 با خیشاوندان قطع خیشاوندی نکن. 60 هیچگاه پاکان و پرهیزکاران رو غیبت مکن. 61 خودخواه و متکبر نباش. 62 در حضور ایستادگان منشین. 63 در حضور دیگران دندان پاک مکن. 64 با صدای بلند آب دهان و بینی رو پاک نکن. 65 به هنگام خمیازه دست بر دهانت بگذار. 66 حالت خستگی رو در حضور دیگران ظاهر نکن. 67 در مجالس انگوش در بینی مینداز. 68 کلام جدی رو با مزاح و شوخی قاطی نکن. 69 هیچ کس رو پیش دیگران خجل و رسوا مکن. 70 با چشم و ابرو با دیگران حرف نزن. 71 سخن گفته شده رو تکرار نکن. 72 از شوخی و مزاح خود کمتر کن. 73 از خود و خیشاوندان نزد دیگران تعریف مکن. 74 از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن. 75 از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی نکن. 76 حرمت هر کس رو در حد خودش نگه دار. 77 در بدکاری با اقوام و دوستان همکاری نکن. 78 از مردگان به نیکی یاد کن. 79 از خصومت و جنگ افروزی جدن پرهیز کن. 80 با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن. 81 نون خود رو بر سفره دیگران مخور. 82 در هیچ کاری شتاب مکن. 83 برای جمع‌آوری بیش از حد مال و ثروت حرص نخور. 84 به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو. 85 از پیش دیگران غذا و میوه بر ندار. 86 در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر. 87 سخن و کلام دیگران رو قطع نکن. 88 به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خودت رو نگاه نکن. 89 در حضور مهمون بر کسی خشم مگیر. 90 مهمون رو به هیچ کاری دستور نده. 91 با دیوانه و مست حرف نزن. 92 برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خودت رو نبر. 93 در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی نکن. 94 در اصلاح میان مردم هرگز کوتاهی نکن. 95 ادب و تواضع رو هیچ وقت فراموش نکن. 96 با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش. 97 بر آرزوها و خواسته های خود غالب باش. 98 خدمت به بزرگان و همکاری با مستمندان رو فراموش نکن. 99 با بزرگان با ادب و با کودکان مهربون باش. 100 با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش. 101 در مال و مقام دیگران طمع نکن. 102 از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خودت کمتر بگو. 103 به جز خداوند هیچ کس و هیچ چیز رو فرمان روا و فریادرس خودت ندون. 104 عمر و روزی با حساب و کتابه، پس نترس و طمع نکن. 105 عمر رو برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری
غنیمت بدون. 106. اگر بهش رو میطلبی از فساد و ستم و گردنکشی پرهیز کن. 107. سرچشمه زشتی ها رو دنیا پرستی و مستی و نادونی بدون. 108. بجز در حق و راستی بندگان خدا رو بندگی و فرمانبری نکن. 109. خودت رو با ستم سلاطین شریک نکن. و 110. دنیای دیگر رو به فراموشی مسپار. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم از این برنامه هم لذت کافی و وافی رو برده باشید و برای شما سودمند باشه. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره و شما در ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.